عدنان الکنانی کارشناس امنیتی عراق و سرهنگ بازنشسته ارتش این کشور روز یکشنبه اردوگاه الهول در شمال شرق سوریه را خاستگاه نسل جدید تروریست های داعش دانست. او به وبگاه المعلومه گفت خانواده‌ها و بستگان و فرزندان تروریست‌های داعش که در این اردوگاه در شرایط بازداشتگونه به سر می‌برند همچنان دارای تفکرات تروریستی هستند و چه بسا خطرناکتر از داعشی‌های نسل اول باشند. مرکز اهل بیت علیهم السلام از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظمی شیرازی دامه زلوه در شهر ماهاجنگا در کشور ماداگاسکار ضمن برگزاری مراسم توسل هفتگی خود ایام حسنیه و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را گرامی داشت. این مراسم با حضور ده تن از شیعیان و ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام و سخنرانی حجت الاسلام شیخ محمد رضی وسرام مدیر دفتر مرجعیت این شهر همراه بود. شماری از ساکنان ولسوالی جاغوری ولایت غزنه طالبان را متهم به دزدی و غارت دارایی‌های مردم می‌کنند و می‌گویند که اعضای این گروه به بهانه‌های مختلف اموال و پول مردم را می‌دزدند. یکی از ساکنان منطقه لومان جاغوری در پیامی به روزنامه اطلاعات افغانستان گفت که استخبارات طالبان از ساکنان این منطقه سلاح می‌خواهد. مؤسسه فرهنگی خیریه صادقیه وابسته به دفتر آیت الله العظمی شیرازی دامزلو در شهر بصره مشروع بیانات معظم الله در 28 صفر الاحزان 1440 مصادف با سال روز شهادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله را به چاپ رساند. این اثر به زبان عربی و تحت عنوان استشهاد الرسول صلی الله علیه و آله و تغییر المعایر الالهیه به چاپ رسیده است. در روز یک شنبه هفتم صفر الاحزان 1444 به مناسبت سال روز شهادت سبط اکبر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام بیت بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامزلو در شهر مقدس قم برپا کننده محفل عزا و ماتم بود. در این مجلس که آیت الله العظمی شیرازی دامزلو علما، فضلای حوزه علمیه و جمعی از شیعیان حضور داشتند، حجج اسلام آقایان رحمانی، حاجیان و حائری قزوینی به ایراد سخنانی پیرامون زندگی با برکت و تحلیل و تبیین وقایع عصر امام حسن مجتبی علیه السلام پرداختند. این مجلس با اقامه عزا برای آن امام مظلوم و دعا برای تعجیل در فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف پایان یافت. جمعیت خدام اهل بیت علیهم السلام از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظمی شیرازی دامزلو در شهر آکرا در کشور غنا با هدف تعظیم و احیای شعار حسینی اقدام به دریافت مجوز برای پیاده‌روی در خیابان‌های این شهر در روز اربعین حسینی 1444 کرد. اعضای این مجموعه پس از تلاش‌های فراوان موفق شدند مجوزی رسمی از دولت کشور غنا برای بزرگداشت اربعین حسینی و پیاده‌روی شیعیان در این روز را کسب کند. این اقدام در عمل به توصیه‌های بزرگ مرجع جهان تشیع مبنی بر تلاش در جهت گسترش و جهانی سازی این روز با عظمت و شعار مقدس حسینی صورت گرفت.